سلام، من پدرامم، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم مچ پوینت. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. فیلم سینمایی مچ پوینت یک فیلم کمدی سیاه جنایی درامه که نویسندگی و کارگردانی اون رو وودی آلن انجام داده. این فیلم محصول سال 2005 و وودی آلن داستان این فیلم رو بر اساس رمان جنایت و مکافات ساخته. این فیلم در اسکار سال 2005 نامزد جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی شد. وودی آلن کارگردان، نویسنده، بازیگر و کمدین معروف که اکثر کارهایی رو که انجام داده خودش نوشته و بازی کرده. اولین کارش فیلم چه خبر تایگر لیلی بود، ولی با فیلم پول را بردار و فرار کن به شهرت رسید. از دیگر فیلم های خوب او میتونم به فیلم عشق و مرگ، فیلم آنی هال، فیلم نفرین عقرب یشمی و فیلم یک روز بارانی در نیویورک اشاره کرد. جاناتان ریس میرز در فیلم های همچون فیلم اسکندر، فیلم مأموریت غیر ممکن 3، فیلم 12 مرگ و فیلم مایکل کویز بازی کرده. اسکارلت جوهانسون بازیگری رو با بازی در فیلم شمال و فیلم تینیجری دنیای روح آغاز کرد. در چندین فیلم تینیجری دیگر بازی کرد و برای بازی در فیلم گم شده در ترجمه وارد فیلم های بزرگ سالان شد و جایزه های بسیاری رو نامزد شد. در فیلم های زیادی با وودی آلن کار کرده و از معروفترینش میتونم به فیلم ویکی کریستینا بارسلونا اشاره کرد. با بازی در نقش بلک ویدو در دنیای سینما مارول وارد این سینما با فیلم مرد آهنی 2 شد. از دیگر فیلم های خوب او میتونم فیلم لوسی، فیلم داستان ازدواج و فیلم جوجو رابیت اشاره کرد. از دیگر بازیگران این فیلم میتونم به امیلی مورتیمر، متیو گود و برایان کاکس اشاره کرد. خب بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. کریس یک تنیسور بازنشسته ایرلندیه که برای امرار معاش مربیگری میکنه. در همین مربیگریان با فرد ثروتمندی به نام تام آشنا میشه و با او دوست صمیمی میشه و وارد زندگی و خانواده تام میشه. در اونجا با کلوی خواهر تام آشنا میشه و کلوی به او علاقمند میشه و با هم ازدواج میکنن. تام یک نامزد داره به نام نولا که یک بازیگر آمریکاییه و بعد از مدتی از تام جدا میشه. زندگی کریس و کلوی به یک تکرار رسیده و کریس کم کم به نولا رابطش خوب میشه و به کلوی خیانت میکنه و رابطه عاشقانی با نولا آغاز میکنه، ولی وقتی که میبینه رابطه او داره لو میره مجبور میشه که دست به جنایت بزرگی بزنه. فیلم مچ پوینت مانند سایر فیلم های وودی آلن ساخته فیلم خوب و درجه یکیه و به دلیل توانایی بالای این وودی آلن در نویسندگی دیالوگ های بسیار زیادی داره فیلم و رد دیوانوار خود وودی آلن در فیلم کاملا حس میشه، در حالی که خودش در این فیلم بازی نکرده. فیلم داستان جذاب داره و با تعلیق هایی که در داستان وجود داره تماشاگر رو جذب خودش میکنه تا انتها فیلم رو دنبال کنه و به دنبال پایان کار باشه. پایان فیلم هم غافلگیر کننده است و تماشاچی رو شوکه میکنه. این فیلم قرار بود وودی آلن در آمریکا بسازه، ولی وقتی که نتونست بودجه کافی رو برای ساخت این فیلم در آمریکا به دست بیاره به انگلیس رفت، در اونجا فیلمو ساخت و تقریبا میشه گفت این فیلم آغازی بر سفرهای وودی آلن به کشورهای مختلف برای ساخت فیلمهای مختلف مثل فیلم در روم با عشق بود که به روم رفت و چند کشور دیگه فیلم ساخته. وودی آلن یکی از فیلمهای خوبشه که ارزش دیدن رو حتما داره این فیلم. خب ممنون که تو این ویدیو هم با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.